دوستان سلام با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم تو این ویدیو بهتون یه جور فعلی رو یاد میدم که بهش میگن دونوشلو فیل من ترجمهش کردم به عنوان فعل انکاسی دونوشلو فیل ببینیم که چیه یه فعلی هستش که کننده کار خودتون هستید مفعول هم خودتون هستید یعنی شما یه کاری رو انجام میدید روی خودتون خب مثلا به خودتون یه چیزی میگید یا خودتون رو میپوشونید و یا خودتون رو پنهان میکنید حالا تو مثالهایی که میگم مشخص میشه که دقیقا منظورم چیه خب فرمول این فعلمون بدین صورته که ما ریشه فعل رو داریم خب ریشه فعل رو داریم به اضافه پسوند چهارگانه ان میکنیم فعل رو و یعنی حالت این اون ان و اون داریم اینو بنا شکلی که توی فعلمون هستش بنا به حرف اضافه که در هجای آخر فعل امرمون هستش انتخاب میکنیم و به ریشه فعل اضافه میکنیم مثال میزنم هم خود فعل رو میگم همونطوری که اضافه شده رو میگم معنیاش رو میگم تغییری که انجام میشه رو واسهتون توضیح میدم لطفا به تمام مثال ها گوش بکنید چون تعداد این فعل ها محدود هستش و من اکثرشون رو تو این ویدیو گذاشتم همشون رو یاد بگیرید و استفاده کنید یادتون نره اسمش چیه قلم و کاغذ حتما داشته باشید یادداشت بکنید و یا اول کلش رو نگاه بکنید بعدا دوباره که ویدیو رو نگاه میکنید یادداشت بکنید هر سوالی هم داشتید بپرسید من در خدمتون هستم چیز دیگه هم که میخواستم بگم اینه که این ویدیو حتما به دردتون میخوره حالا که استفاده میکنید لایک هم بکنید ممنون که سابسکرایب میکنید بریم ببینیم که چطور میتونیم اینا رو به کار ببریم خب ببینید فعل ساکلاماک رو داریم به معنای پنهان کردن حالا ساکلا فعل امرمون هستش ما این چون خودش به حرف اضافه ختم میشه ما اینجا حرف نه رو میاریم فقط حرف نه رو میاریم بعد این فعلمون میشه خود را پنهان کردن یعنی قایم شدن مثال میزنم مثلا با فعل پنهان کردن میگم چی؟ بن کندمی ساکلیورم بن کندمی ساکلیورم یعنی من خودم را پنهان میکنم این فعل رو اینطور به کار میبریم حالا اگر نخوام کلمه خودم رو بیارم میگم چی؟ بن ساکلانیورم بن ساکلانییوروم یعنی چی من پنهان میشوم خب یعنی یه بار با ساکلییوروم یک معنایی رو انتقال دادم هم با ساکلییوروم یک بار هم با, با ساکلانیوروم یعنی دو تا جمله الان گذاشتم براتون که معنی یکسان میدن خب ولی خب یکیش در حالتیه که پسوند ما بهش اضافه نشده یعنی انعکاسی نشده و برای هر مفعولی میتونه انجام بشه ولی ساکلانیو رو وقتی که میگید مشخصه که خودتون رو پنهان میکنید یعنی چیزی که فعل روش انجام میشه خودتون هستید تاثیرپذیری از خود فاعله حالا من اینجا فائل بن رو انتخاب کردم برای یه مثالی که واسه تمام فعلا میزنم اینجا مفعولمون هم بن هستش یعنی خودم خب حالا بریم سراغ مثال بعدی لایک نره حاضر, حاضر لاماک یعنی حاضر کردن حاضر یعنی خود را حاضر کردم. یعنی حاضر شدن ولی چه کسی حاضر میشه خودم حاضر میشم بن کندیم حاضر لیورم کندیم حاضر من خودم را حاضر میکنم بن حاضر لانیورم بن حاضر لانیورم یعنی من حاضر میشوم بن کندیم حاضر و بن حاضر لانیورم دوتاش یک معنی میده دوتاش یک معنی میده ولی خب میگم وقتی خودتون رو حاضر میکنید بخوای از این فعل استفاده بکنید این جمله دوم معقول تره هیچکی نمیگه بن کندیم حاضر لیوروم. خیلی کم پیش میاد مثلا شاید یه نفر بگه من خودم رو واسه امتحان حاضر میکنم میگه چی؟ بن کندیمی سناوا حاضر لیورم اون وقت میشه چی؟ بن حاضر اگر نخوام کلمه کندیمی رو استفاده بکنم مثال بعدی زورلامک نه رو اضافه میکنم میشه زورلانماک، زورلانماک یعنی زور کردن و یا زور گفتن مجبور کردن، به سختی کسی رو وادار کردن، به زور وادار کردن زورلانماک یعنی خود را به زور وادار کردن، به سختی کاری رو انجام دادن مثلا میگم، من کندم زورلیارم یعنی من خودم را به زور وادار به حالا کاری میکنم مثلا وادار به خوردن چیزی میکنم و یا وادار به گوش کردن به یه کسی میکنم خلاصه خودم رو به زور وادار میکنم وقتی میگم بن زورلانی تقریبا همون معنی جمله قبل رو میده ولی مثلا راجع کاری که انجام میدم میشه چی؟ میشه من به سختی دارم انجام میدم وقتی یه نفر میگه زورلانیوروم یعنی آره دارم این کاری که هست رو انجام میدم ولی برام سخته دارم به زور خودم رو وادار میکنم بن زورلانیوروم گیمک گیینمک گیمک یعنی لباس پوشیدن گیینمک یعنی خود را لباس پوشوندن گینمک واسهی خود آدمه گیمک هم واسه هر شخصیه مثلا بگن فلانی لباس پوشید از فعل گیمک استفاده میکنن ولی بخوام بگن خودم پوشیدم میشه چی؟ میشه گینمک از گینمک استفاده میکنیم مثال بزنم من استومه بیشه گییورم من خودم رو با چیزی ملبس میکنم لباس میپوشونم خب من یورم یعنی من لباس می خب خودم واسه خودم دارم خودم رو می پوشونم. مثال بعدی اومک یعنی تعریف کردن اونمک یعنی از خود تعریف کردن به خود بالیدن به خود پوز دادم خب من کندیم اویورم یعنی من از خودم تعریف میکنم و یا حالا کندیمی نگیم یه نفر دیگه رو من احمدی اویورم یعنی من از احمد تعریف میکنم کلی چیزای خوب خوب میگم بهش من اونیورم بن اونیورم یعنی من به خودم می بالم اونمک یعنی از خود تعریف کردم به خود بالیدن سوسلمک یعنی تزیین کردن آراسته کردن آرایش کردن سوسلنمک یعنی خود را تزیین کردن یعنی آراستن یا همون آرایش کردن من کندیمی سسلیورم میشه چی؟ من خودم رو تزین میکنم آرایش میکنم مثلا میتونم بگم من ارکادشمه سسلیورم باید ارکادشمه سسلیورم دیگه خوره مصنوعی میشه من ادامه سسلیورم من اتاقم رو تزین میکنم حالا بیام بگم من من سوسلنیورم میشه چی؟ میشه من آرایش میکنم. خودم رو تزئین میکنم. خب. مثال بعدی تمیز لمک یعنی تمیز کردن تمیز یعنی خود را تمیز کردن و یا حالا خود به خود تمیز شدن یه چیزی مثلا یه گربه خودش رو تمیز بکنه و یا چه میدونم یه چیزی جلوی آفتاب خود به خود تمیز بشه و اینا با کندیمی تمیز لیورم. یعنی من خودم را تمیز میکنم و یا هر چیزی من ماسایی تمیز لیورم میز رو تمیز میکنم خب تمیز میشه تمیز کردن حالا بن تمیز یعنی من پاک می شوم مثلا حالا بن اونجا خواستم زیاد مثال جالبی نیست ولی مثلا میتونم بگم چی؟ میتونم بگم روحوم تمیزلنیور. روحوم تمیزلنیور. یعنی روحم تمیز لنیور روحم تمیز لنیور یعنی روح هم داره پاک میشه خودش داره خودش رو پاک میکنه بعد بگیم چی بگیم مثال بعدی سویلمک یعنی گفتن سویلنمک یعنی به خود چیزی گفتن من کندیمه بی شیلر سویلیورم یعنی من به خودم یه چیزایی میگم من سویلنیورم سویلنیارم یعنی با خودم قرقر میکنم به خودم قر میزنم هی hey, به خودم هی hey, خودخوری میکنم سویلن مک یعنی این یعنی هی hey, به خودم بگم چرا این کارو کردی چجوری که hey, قر بزنم هی hey. اینو بهش میگن سویلن البته سویلنمک ممکنه به کس دیگه ای هم باشه همجوری قر بزنی ولی منظورت کس دیگه ای هم باشه یعنی قر بزنی که کسی دیگه بفهمه خب اونجا هم باز مثلا از سویلنمک مک استفاده میکنی مثلا میگن چی؟ میگن از صبح مثلا تو چی کار میکنی؟ سویلنی ارسون از صبح داری قور میزنی هی hey, هی hey, به خودت داری یه چیزایی میگی مثال بعدی بسلمک یعنی غذا دادن بسلنمک یعنی خود رو تغذیه کردن به خودش آدم غذا بده خودش رو تغذیه بکنه من کندیمی بسلیورم یعنی من خودم رو تغذیه میکنم به خودم غذا میدم و یا من چجومو بسلیورم من به بچم غذا میدم من کپیمی بسلیورم من به سگم غذا میدم بسلیورم یعنی غذا دادن حالا میگم که من مثلا سالکل بسلنیورم یعنی من سالم غذا میخورم به خودم غذای سالم میدم خب خودم غذای سالم میخورم وقتی میگه بس اینجا کسی که غذا رو میخوره خودمم خب مثال بعدی از یه مدل دیگه فعلمون هستش که ل به جای نه Uh, حرف ل رو میاریم پسوند ال میگن uh, حالا این پسوند اگر حرف اضاف فعل امرمون به حرف صدادار ختم نشه به این شکل ال ایل اول حالا هر جوری هست uh, ختم میشه و یا وصل میشه بهتر بگم اگر که uh, چی میگن فعل امرمون به حرف صدادار ختم میشه مثل قبلی که بود سویله میدونم دیگه چیا بود بسله تمیزله اینا هر کدوم به حرف صدادار ختم میشد اونجا یه دونه حرف نمی آوردیم فقط حالا اینجا هم اینطوریه به حرف ل ختم میشن اینم اینطوری میشه که مثلا میگیم یورماک یورماک یعنی خسته کردن به این نفر زحمت دادن یورول ماک میشه خود را خسته کردن و یا خسته شدن که معمولا هم معنی خسته شدن رو میده من خود را خسته کردن معنی کردم که شما بفهمید این فعل چجوری جوری انعکاسی میشه به فاعل برمیگرده من کندمی یوریورم یعنی من خودم خسته میکنم من دارم به خودم زحمت میدم بمه یورو یوروم حالا اگه این انکاسی بشه میشه چی؟ بن اشتباه نوشتم غریبه که نیستی بن یور یوروم بن یوروم میشه چی؟ من خسته میشم یه کاری انجام میدم خودم واسم خود واسه خود خودم زحمتم میشه خسته میشم خب اینم از این مثال بعدی ازمک ازلمک ازمک یعنی ناراحت کردن ازلمک یعنی آدم خودش رو ناراحت بکنه و یا ناراحت بشه خودش از یه چیزی ناراحت بشه کسی دیگه اونو ناراحت نکنه ولی خود آدم ناراحت بشه بین ببخشید من کندیمی üzüyorum یعنی من خودمو ناراحت میکنم حالا به یه دلیلی واسه یه کسی واسه یه چیزی من کندیمی üzüyorum خودم خودم قصه میخورم خودم قصه میخورم من üzülüyorum یعنی من ناراحت میشم یعنی در من احساس ناراحتی ایجاد میشه کسی که ناراحت میشه منم کسی که خودم خودم رو ناراحت میکنم من ازولیورم بله. مثلا ازو، ازمک ناراحت کردن اینجوری هم میشه سن بنی ازیورسون تو منو ناراحت میکنی اما وقتی که میگم من üzülüyorum یعنی من خودم ناراحت میشم کسی منو ناراحت نمیکنه من خودم ناراحت میشم مثال بعدی کرماک کرلماک کرماک یعنی شکستن کرلماک یعنی خود را شکستن خب فعل کرماک و یا شکستن هم به صورت فیزیکی معنی شکستن میده هم به صورت معنوی معنی شکستن میده یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا آدم روحش شکسته میشه دلش شکسته میشه خب من کندیمی کریورم یعنی خودم رو از لحاظ خودم خودم رو از لحاظ روحی شکسته میکنم خب ممکنه بگه مثلا چی بگم سم کریورسون تو داری منو میشکنی اینجا چیه منظورمون منظورمون اینه که تو داری منو خورد میکنی خدا نکنه کسی کسی خورد کنه ولی خب اه... آره داریم میشکنیم من کرلیورم من کرلیورم یعنی من دلم میشکنه من شکسته میشم خب منظور اینه که دلم میشکنه خب شالا که دل هشکی نشکنه لایک کنین دلم نشکنه آره لایک کنین سابسکرایب کنین نظر بنویسین اشکال بپرسین آقا مفت و سوال بپرسین بپرسین بپرسید منم دوست دارم بهتون جواب بدم جمله بسازید بنویسید واسه من بگید آقا این درسته غلطه بگید من به جوابتون رو میدم خب دوستان آم حالا که لایک کردین دستتون درد نکنه امیدوارم استفاده کرده باشین که مطمئنم تا اینجا نگاه کردین اگر تا اینجا نگاه کرده باشید کلی استفاده کردید اگه سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید که وقتی لایو میذارم بیاید همونجا رو در رو آنلاین سوالاتتون رو بپرسید بعد دیگه چی میخواستم بگم آره یادداشت کنین درساتون تکرار بکنین هر ویدیویی هم لازم داشتین بنویسین. وقتی شما می‌نویسین من چه چیزایی رو واسه تون توضیح بدم، من بیشتر موتیوه میشم که ویدیوهای بیشتری براتون بذارم. یعنی احساس مسئولیت بیشتری میکنم که بیشتر براتون وقت بذارم. خب دوستان امیدوارم که موفق باشید.